Buongiorno. Dove sei andata? Sono venuta e non c'eri. Mangiata o gonfiata. خودم رو گم کردم. الو مارتا، اشتباه گرفتم. اه چرا دوباره کوچولو شدی مارتا؟ من گرونم. مارتا رفت اونجا، گفت خوتن زنگ میزنه بردارم بگم سلام. نگفتی که سلام. آخه نگاه کن، درست مثل مال منه. ببین، شما هم ماما و بابا نداری؟ دارم. سلام خاتم.
چرا آب میریزن مارتا؟ ما بهش میگیم وارتی بور. مردم از حسودی. ما بهش میگیم آب پاشی. البته من تو وقت خیس نشده بودم یادم نیومده بود. این کارو میکنن برای اینکه بارون بیاد. شما برای چی این کارو میکنید؟ خوش آمدید. ما... بذاریم مهمون بگه. نمیدونم. هر غذایی با سالاد مخصوص. سالاد مخصوص با لاهماجان. بریچش. گفت چه غذایی؟ خوبه، دوست داری. یکی میخواد حال تو بپرسه. من الان دلم سالاد مخصوص میخواد. فقط و فقط و فقط. جواب بده. مارتا، نه سوال دارم نه جواب. گوشنمه. الان صداشو قطع میکنم. میذارمش رو ویبره. خیال خودمونو راحت میکنم. نگاه کن. اینه چجایی خیز خودشو تکون میده. خب شاید شوهرت باشه. اون نمیتونه باشه. من الان گوشنمه. دلم فقط غذا میخواد. چرا نمیتونست شوهرت باشه؟ چرا سوال میکنی مارتا؟ الان فقط میخوایم سالاد مخصوص بخوریم. الو. سلام ماما. هیچی، من یه چند روزی اومدم اصفهان. چرا چی؟ برای چی من باید به همه بگم چی کار میکنم؟ من یه چند روز اومدم مسافرت، حق ندارم؟ نمیدونم، تا شب با مارتا هم، بعدشم حالا مارتا اومد، من بعدم بهتون زنگ زنم. باشه باشه، تماس میگیرم، خدافظ. اول بریم یه هتل، این کوله من خیلی سنگینه. میریم خونه ما. قربونه دازه، حرفش هم نزن، میخوام یه چند شب تنها باشم. فقط یه هتلی که خیلی لوکس نباشه. یه سوال، چرا به شوهرت جواب ندادی؟ اون دیگه از من جواب نمیده. خوتن مامان هی زنگ میزنه. من اصلا حوصله هیچ کسو ندارم. قهر کردی؟ اشکال من اینه که زیادی با دنیا آشتی. این چیه؟ آنو. نه نه تو فهمید. نشون. یادم میمونه. الو مارتا. خوب شد اومدی. می‌خواستم ببینم جریان گارینه چیه؟ چند سالشه؟ چند وقت تو پرورشگاه؟ گارینه؟ اسمش ما گذاشتیم گارینه. 9 ساله است. 2 ساله بود که دم در کلیسای وانک پیداش کردن دادنش به ما.
فلج اطفال داره. منم هفته یه بار میبرمش کلیسای وانک. آخه یه دفعه از دهنم در رفت، گفتم مامانت میاد اینجا تو رو پیدا میکنه. راستی من شب با اونا قرار گذاشتم، برو یکم بخواب سر حال بشی. باشه خدا. دایی میگفت اینا تصمیم دارن اینجا رو مثل روز اولش درست کنن. منم گفتم یه دوستی دارم تو ایتالیا درس خونده، یه خورده خوله ولی سرش درد میکنه واسه اینجور چیزا. یادته اون خونه خوشگله که خیلی دوستش داشتی، هی من میبردی نشونم میدادی تو اون دهکده نزدیک روم؟ یادته میگفتن اونجا قبلنگ طویله بوده؟ آره خوب یادم. اینجا هم یه ماجرای جالب داره. چی؟ حاج خانم برای تعریف میکنه. حاج آقا حاج خانم چند سالشونه؟ دایی میگه 70-80. میخواد زندگی رو دوباره از نو شروع کنه. میدونی چقدر خرجشه اینجا؟ قبول میکنی؟ نمیدونم. مگه نمیخوای یه مدت دور از تهران باشی؟ خب اینجا باش. سیم شمال که به ما میرسد زمان بسار. بفرمایین خانم و هندونه بخورین گلوتون خنک بشه. ممنون. بفرمایین. قابل شما رو نداره. ببین چه هندونه ای برای تو بردم. خوتن خورشید کف حوزو ببین. آخه چه خوشگله. من تو چشمای شمام. منم تو چشای تو هم. خوتن بیا حاج خانم میخواد برای تعریف کنه. ممنون. حدود 100 سال پیش عموی حاجی آقا این خونه رو ساخته. پسر بزرگش یکی از افسران ضد انگلیسی و مخالف رضاخان بود. با چند تا از همکاراش طرح یک کودتا رو ریختن ولی موفق نشدن، فرار کردن تا توی باقی غافلگیر شدن و گیر افتادن. همشونه به رگ بار بستن. مادرش بعد از این ماجرا دخ کرد و مرد. عمو هم این خونه رو به برادر کوچیکترش که پدر حاج آقا باشه فروخت و رفت. حاج آقا میگه این خونه شناسنامه منه. تو این خونه به دنیا اومدم، بزرگ شدم، زندگی کردم. میخوام از اولشم بهتر بشه. ما بچه نداریم اما هنوز به هم وفاداریم. راستش ثروت زیادی ندارم اما هر چی دارم میخوام بذارم تا این مرد خوشبخت بشه. بله. حالا به خانم ابراهیمی چی بگیم؟ هیچی. میگیم خورشید افتاده بود تو حوز، من و کارینه رفتیم درش آوردیم. خوبه؟ آی خارجی!
چیه باز نصف شبیه تو پیزا اسپانیا افتادی و حوض آب؟ هنوز دست بردار نیستی؟ پیزا اسپانیا چیه؟ ساینده رود شما. گفتم شبیه حیف بخوابیم، بیا یه کمی با هم حرف بزنیم. خیلی خوب، هرچی تو بگی، ولی اول باید به سوال من جواب بدیم. چرا حلقه دستت نیست؟ عزیز مرد مارتا. تو یه تصادف که فرمون دست من بود. میخوام گارون رو با خودم ببرم تهران. با اینکه مامان ارتوپده، ولی من چیزی از فلج اطفال و ارتوپدی و اینجور چیزا سرم نمیشه. چطوری میشه؟ چی چطوری میشه؟ که گارون یه مدت با من باشه. ما این خانم ابراهیمیان میدونم حق داره سخت گیری کنه، ولی ولی وقتی میگی ولی یعنی کسی نباید بهت بگه نه. حالا چی شد که تو یه شیفته گارون شدی؟ اون شعر نیما یادته؟ شامگاهان که رویت دریا نقش در نقش می نهفت کبود، داستانی نتازه کرد به کار، رشته بست و رشته بشود، رشته های دگر برا ببود.
الو. سلام مارتا، خوبی؟ نه نه، کار من نیست. میام. نه نه نه، الان میام میام. هاش خانم، با من یه تماسی گرفتم. من باید فوری خودم رو برسونم جایی. اشکال نداره این دوربین من پیش شما امانت باشه. من زود برمیگردم میبرمش. خیالت راحت باشه عزیزم. سلام، چه به موقع اومدی؟ سلام، چطوری؟ ختن، تو میخوای منو ببری خونتون؟ اجازه دادن؟ بیا بهت بگم. سی تا پرسش نامه است که باید پر کنی. 10 جاشو باید امضا بزنی. بگی. اینجا 3 تا آدم حسابی باید تایید کنن که تو دختر خوبی هستی. یه خانم دکترم از تهران باید نامه بده که بذارم ببریش. آخه این همه امضا امضا کن. آه، وثیقه، وثیقه هم یادت نره. آخریش؟ خیلی خوب. آه، من راجع به حرفای دیشب چیزی به گارینا نگفتم، تو هم رد. خیلی خوب، تا شما اینجا رو با هم دیگه میبینین و ختن برات از اینجا سخنرانی میکنه، چون اینجا خیلی خیلی خونه قشنگی، من برگشتم. بای گارینه، چاو. ختن، من شب تو خواب جیغ میزنم. منم همینطور. من گهی یادم میره پام اینطوره، از تخت میام پایین، میخورم زمین، درد میزنم. منم همینطور. تو که پت اینطور نیست. خودم اینجوریم، هی میخورم به در و دیوار. یه چیز دیگه، من صبح زود پا میشم. منم همینطور. ای چخن. ای، من این ساختمونو تو خواب دیدم. آفتاب که سر میزنه میریم سر ساختمون، برای اینکه نمیتونیم تو تاریک آجر رو آجر بذاریم. اصلا عادت داریم که تو نور آفتاب کار کنیم تا بتونیم همیشه کار کنیم. همه اینا واسه اینه که ما همیشه کار داشته باشیم. معمارا اینجوری هم دیگه. حالا وقتی رفتیم تهران میبمت با خودم سر ساختمون، اونجا میبینی که یه عالم آدم چجوری برای یه ساختمون خوشگل کار میکنن تا تمام میشه. موافقی؟
چه کار کنم دیگه؟ درد سری خوتن خودمی دیگه. تومور خوشخی دعواتون که نشد. گارینه یه خورده کم حوصله است، منم زیادی پر حوصلم. با ما نمیای تهران؟ من که موبایل اطمان مامان. الو سلام معلومه. میام بلیت گرفتم، مهمونم دارم، با گاری نمیام. من با این همه گرفتاری خودشم با این شرایط روحی ببین چه کارا که نمی کنه. به فعال نیک بگیر بانو درم یه تو. سلام. این خانوم مامان منه، اسمشون لیلی صدر دکتره. این آقام دکتر هرمز کسموی. البته اصلا با آدم ها کاری نداره ها، فقط کتابای تاریخ و جراحی میکنی. این خانم کوچولو هم اسمش کارین است. به به خیلی خوش آمدین. سبام زنگ زد تو راه داری میاد. اوه زلزله میاد، پس ما بریم استراحت کنیم. شما چقدر سرحال شده اید؟ ختن جان 2 دقیقه بیا باید کار دارم. خب شما یکم پیش بابای من بمون تا من برم 2 دقیقه با مامانم حرف بزنم. باشه خانم خوش که شما به زبان اردنی چجوری میگی حال شما خوبه؟ بارم لبس. بله تو میدونی داری چی کار میکنی؟ چطور؟ من میفهمم تو شرایط سختی رو گذروندی. مامان دیگه حرفشم نزن. تا حالا حرفشو نزدم ولی الان میخوام باهات صحبت کنم. خیلی خوب باشه، پس همون 2 دقیقه که خودت گفتی. مسخره بازی در نیار خودم، یکم منطقی باش. تو دیگه بچه نیستی که من بخوام. شما همش منو دعوا میکنی، نصیحت هم میکنی. تو هم عادت داری که شلوغ بازی در بیاری. یهو چی شد بلند شدی رفتی اصفهان، این دختر بچه رو آوردی تهران؟ هیچی، فکر کردم شما ارتوبدین اینو بیارم اینجا. خیلی خوب ختن، من میفهمم تو میخوای یه فاجعه رو از بین ببری تو ذهنت، وقت داری یه درد سر دیگه میسازی. اگه شما از دست من و درد سرم خسته شدین مشکلی نیست، من برمیگردم خونه. تو چرا نمیفهمی من چی میگم؟ هیچ وقت نخواستی بفهمی من چی میگم؟ خیلی خوب پس گوش کن، این بچه معلوم نیست که خوب بشه، بهش بی خود امیدواری نده، خودت هم پشتش قایم نکن. مامان ولی من دلم میگه که دلم برای یه بارم که شده منطقی باش. خواهش. اینجا فعلا یه تخت و یه کمد لباس داریم، تا بعدا یه چیزایی برات جور کنیم. مگه قراره من چقدر اینجا بمونم؟ حالا که همش داری میگی فعلا، فعلا که هستی اینجا. سلام خانم. اینم سبا. ببین من خودم عاشق خرس پاندا، تو هم خوشت میاد؟ خیلی قشنگه. شما چی شد یا متواره شدی؟ رفتی اصفهان چیکار؟
هیچی، رفتم وجب کنم ببینم راست میگن اصفهان نصف جهانه. چرا به تلفن جواب نمیدادی؟ آدمی که میره رفته دیگه، تلفن جواب بده که چی؟ خودت میتونی لباستو عوض کنی؟ آره بلدم. بفرمید آقا. متشکرم. خواهش میکنم. اشرف بالا تمیز شد؟ بله خانم. داری به حرفای من فکر میکنی؟ شما یه مشورت با ما نکردی که این بچه رو بیارم تو این خونه یا نه؟ خب برای اینکه میدونستم شما نه نمیگی. واقعا که میشه بگیم شما به چی میخندین؟ من مجنون وقتی به لیلی اظهارش کردم، لیلی فقط یه بچه میخواست. اگه به دل این آقای مجنون بودم، یه کودکستان بچه میخواست. ایشون با همه درد سراش برامون کافیه. خاله جون راست میگه، آدم پشیمون میشه داشتن ایشون. سبا جان، شما بچه ها هیچ فکر پدر و مادرتون نیستین. منو میگی؟ بله. اصلا مامان من میذاره من فکر کنم. یه طراحی واسه آینده من داره، اونم شوهر دادن منه. خب مجبوره. اجازه بفرمایید. مجلس اندرونی ناصریه شده. منم برم به تاریخ یه نقبی بزنم و برگردم. شما هم بفرمایید به تاریختون برسید. دکتر غفاری میگفت زنگ زده جواب ندادی. جواب ندارم. مامان بالاخره من چیکار کنم؟ این بچه رو به هوای شما آوردم تهران. عزیزم من الان وقت ندارم. 10 روز دیگه سمینار پزشکی دارم تو هند. سمینار پزشکی چیه؟ همه میرن هند واسه دیدن تاج محل. مامان تو کی شناختی؟ میخواد خونه نباشه. یعنی در اصل از من فراریه. کم لطفی میفرمایین آقای دکتر. خاله جون عاشق شماست. خیلی خوب. من که هیچ وقت حریف تو نشدم. فردا اسب بیارش کلینیک. قربونت برم. میتونی اینو برام نگه داری؟ آره. سلام. سلام. این اسمش گارین است. آقای دکتر غفاری. دکتر من؟ نه دکتر من. بفرمایی تو منتظر شما هستم. اصفهان خوش گذشت؟ بد نبود. سوغاتی اونجاست دیگه. بله خانم دکتر گفتن. چند بار زنگ زدم بابتون. من که دیگه دارو نمیخورم دکتر. خوبم. الان هم میخواییم با گارینه بریم یکم بگردیم مگه نه؟ آره. ببخشید اجازه. اجازه بده. خنی زد تو ما اخم داشتی مثل آدمی که قهره بودی. تو خوشت میاد دکترت همیشه مثل یه سایه دنبالت باشه؟ مگه تو مریضی؟ یه وقتی بودم. من مثل مریضم؟ بشی؟ چشمات قصه است. زیاد گریه میکنی؟ نه
وایسا. کجا میری؟ تو نرو! کی بهت اجازه داده واسه خودت همینجوری بری؟ برای چی سر خود را افتادی اومدی ها؟ اگه یه بلایی سرت بیاد من چی کار کنم؟ من حواسم هست. اولش همه فکر میکنن حواسشون هست ولی بعدا معلوم میشه نیست. میدونم. قیافشو نگاه کن، اخماتو با کن. مهمون که اخم نمی کنه. این درخته رو میبینی؟ من یه بار وقتی بچه بودم ازش رفتم بالا تا نوک نوکش رفتم. جدی میگی؟ چند سالت بود؟ فکر کنم 10 سالم بود. الو، باش الان میه بود و باید بریم ناهار، دارم و گشنگی میمیرم. دکتر هیچ میدونستیم که خوتنده رو تو اصفهان یه ساختمون قدیمی رو بازسازی میکنه؟ نه، ولی خیلی خوبه. گاهی بازسازی یه بنای قدیمی به آدم نشون میده که اون تو چه شکلیه، درست مثل انسان. درون یه بنا فرمول داره، اما درون انسان یه هزار توی پیش در پیچه. من که همیشه منتظر بودم روانشناسا این رازو کشفش بکنن، اما ناامیدم. به شرط اینکه بیمار بخواد مداوا بشه، یعنی در واقع قبول بکنه که بیماره. از نظر شما روانپزشکا همه آدما یه جورای بیماره. اشتباه میکنی عزیزم، اونا میخوان به ما کمک کنن تا بفهمیم کیستیم و از بحر چه آمده ایم. مامان باز موقع قضا کمیسیونی پزشکی تشکیل دادیم؟ نه دخترم، واقعیته. بیا الان میتونی با خیال راحت با دکتر. از نظریه تازه روانشناسی چه خبر؟ چه بلایی داره سر انسان معاصر میاد؟ شما چه نسخه ای تجویز میکنید؟ همون نسخه همیشگی، عشق. به قول شاعر که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. دیشب اشرف برام یه موضوعی رو تعریف کرد، جالبه. تو نوجوانی عاشق میشه ولی بهش میگن عشق گناهه، عشقشو قایم میکنه. سلام عزیزم، خوبی؟ آره. خانم حسینی لطفا ببرین امارای. چیزی نیست، مثل گرفتن عکس یادگاری میمونه. باش. شدی مثل مادره که بچه‌شون میره اتاق عمل. من اومدم بیرون، همه جا رو گشتم ولی عزیز اونجا نبود. همیشه همینو میگی، عزیز سوخته بود. چرا فراموشش نمی کنی؟ تو که گفتی خوب شدم. من اصرار کردم از جاده کویری بریم اصفهان، من پشت فرمون بودم. من آخ تو چه میدونی؟ یه جعبه کوچولو تو اتاق خواب کنار تختم، اونو لطفا بیار. اینجا کجاست خوتن؟ یه
یه وقتی خونه من بود، حالا دیگه نیست. کدوم بود؟ اون خونه که پنجرش پرده سفید داره. چند تا پله باید میرفتی بالا؟ آسانسور داشت. البته من بعضی وقتا از پله ها میدویدم میرفتم بالا، نشمردم هیچ وقت. خب میخوای نگی نگو. هنوز وسایلت اونجاست؟ آره، یه جعبه چوبی دارم توش پر از چیز میزای بچگیمه، میخوام بدمش به تو. چرا؟ پس خودت چی؟ آخه من بزرگ شدم. خب اینم جعبه، بده به گارینه. بیا خونه از قبار گرفتی، یکی رو بفرش نظافتش کن. میبینی تو بچگیم چه چیزایی جمع کردن؟ پر از گنجه ها. خودن جانه، آقای دکتر وقتی داشت از من عکس میگرفت سرش رو اینطور تکون داد، یعنی من خوب نمیشم. خوب میشی. اگه خوب نشدم طوری نیست، تقصیر تو که نیست. اه خودن میخواد بارون ببره. بارون؟ این موقع؟ بارون بارون زمین آتر میشه، گل ساجونم کارا بهتر میشه، گل ساجونم تو شالی زاره، میترسم به چاد طاقت نداره. تنم دلی سیرو انوش و تور، کوبق جره ریهت یریس برفتر. ور تور ور تور سرس گیر کدر، این یریس هروه تبه این هر. خوتن جان بچه رو بیارین تو، ممکنه بارون بیا. یکی نه من هز اچ کره خونر، می تقور لطلینه. خوتن جون، خانم گفتن بچه رو باید ببریم بالا. باشه شما برید، من رو الان میگم. حواست هست که فردا با دکتر حشمتی قرار داریم؟ آره. اینم میدونی که نباید زیاد امیدوار بود. نه، چون دوست دارم امیدوار باشم. عالیه، آدمی به امید زنده است. ولی باید واقع‌بینم باشم. درسته، شما همیشه واقع‌گرا بودین، منم خیال باف. همیشه هم تو سرت به سنگ خورده. آی آی آی، بحث داره به جنگ میکشه، آتش بس بدین. نه لالایه، شبانه مادره، دوست داره من خوابای خوب خوب ببینم. دوست دارم مسئولیت پذیر باشی. من که از مادری برای چیزی کم نذاشتم. من گله ندارم از شما. پس برید به سمت یه خواب آروم، چون من قراره این متن رو تحویل بدم. بفرمایین. شب بخیر. چی شد؟ رعد برق، این دختر گارنیه میترسه. اوه. بازم ترسیدی؟ تو که گفتی از رعد و برق نمیترسم. ای چاخا،
آخه این دفعه یه هوی زد. اشرف خانم شما برین، من پیشش میمونم. میخوام امشب پیش تو بخوابم، میخوام برات لالایی بخونم، خوبه؟ آره. پس چشاتو ببن. لای 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 گل لاله پلنگ در کو چه می ناله. بیا بریم بچه رو عمل داشتی تو دوده باشی؟ نه. ای تو بودی چیکار میکردی؟ نمیدونم. سلام. 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 ما با هم کلی رفیق شدیم. گارینه دیگه نمیترسی که بره بیمارستان اتاق عمل. مگه نه؟ آره. ممنون. سبه هم هست پیش آقا جان دکتره. خب پس میریم پیششون دوره هم باشه. خوبه؟ آره. آره قجر رو تهرون کردن پایتخت که به گرگان نزدیک باشن، یعنی در اصل به ایلو تبارشون نزدیک باشن. هیچ وقت هم تهران دوست نداشتم، برای همینه که تهران شد جنگل آهن و سیمان و دود. سلام. و... سلام، چه خبر؟ هیچی، قرار شد فردا ببرمش کلینیک، با این حساب پس فردا هم فکر کنم عملش کنم. بابا همیست که تو بیشتر از اون ترسیدی. مارتا زنگ زد سراغ تو گره. آره به خودم هم زنگ زد، کاش که تهران بود، فکر میکنم حضورش برای گارینه لازمه. ببین من دکتر غفاری رو آوردم. آره دیدمش. یا از چی دلخوری؟ دارم قاطی میکنم. از کدوم لحاظ؟ یعنی چیه دکتر غفاری رو ورمی داری میاری اینجا؟ خوبه بچه قبل از عمل هیچ، بگو ازش ممنونم، بگو بابت همه چی ممنونم، ولی من دیگه دلم نمیخواد مریضش باشم. خودم من فقط دارم به خاطر اصلا چرا خودتو نه؟ من چی؟ من فکر میکنم تو و دکتر غفاری خیلی هم به هم میای. مزخرف نگو. دکتر یه علامه جوب گفت،
خیلی خندیدم. فردا میریم کلینیکا. ولی من نمیترسم. ولی من دوست دارم شب پیشت بمونم. تو برو، من الان میام. آی دکتر قفاری هم خدافزی کردن و رفتن. خودن این غذا رو من پختم. یعنی بدون کمک اشرف خانوم؟ نه، من گفتم چطوریه اشرف خانوم پخت. خب پس این غذای مشترک خوردن داره. من که دارم میبینم از کنجکاوی ببینم اینا چیکار کردن. مطمئنه دست پخت خودتن خوشمزه تره. از وقتی یادم میاد اینجا همیشه آروم و ساکت بوده. از اینجا خوشت میاد؟ آره خیلی خوبه. یه موقع تهران پر از این چنارا بود، پر از خونه های خوشگل و باسلیقه. اصلا میدونی من چرا معمار شدم؟ چرا؟ برای اینکه دلم میخواست خونه های خوشگل و بزرگ درست کنم که مردم توش به دنیا بیان، عاشق بشن، یه عمر خوب زندگی کنم. کجا رفتین شما؟ منو ول کردین رفتین؟ بعد بریم مطب. وای بازم یه دکتر دیگه؟ نه آشنای سباز. نه آشنای دکتر قفاریه. خیلی خوب حالا بریم. هوای اتاق برای بچه خوب نیست. بچه رو از اتاق بریم بیرون. این بچه باید عمل شه. ریسک عمل بالایی داره. 20% احتمال موفقیت، 80% احتمال تا آخر اون فلج بمونه. خودتان خودتو زدی به خواب سر منو کلا بذاری؟ آره آخه میدونم میای از لیدر نگاه میکنی و میری. دیشب سه بار اومدی. امشب دیگه نمیام. بگی به خواب راست راستگی چشاتو ببر. خب حواس شب مهتاب کردی؟ شما هم که هنوز نخوابیدی؟ بفرمی. تو تاریکی هم دست از کتاب خوندن بر نمیداری؟ دیگه عادت شده، مثل یه جور مهورزیه.
این خودت که داری تمرین مادر بودن میکنی. من فقط میخوام راه بره همین. خیلی هم ترس داره مثل بچگی خودت. میترسیدی؟ خیلی. میگفتم نکنه حرف نزنی راه نیفتی از پله بیفتی. به قول قدیمی ها نصف جون شدم تا بزرگ شدی، حالا دیگه حرف میزنی، راه میری، برای خودت خانه میشدی. خودم چرا به یه همراه فکر نمی کنی؟ شما هم که حرف بقیه رو میزنی. مامانت هم به فکر آرامش توه. تو یه خیال بافی خودم، یه خیال باف که اهل ریسک و رویاست. خوبه ها، خوبه که آدم اهل ریسک باشه، بعض وقتام با رویاهاش زندگی کنه. میدونی خودم وقتی میشینی یه خونه رو طراحی میکنی خیلی خوشم میاد، یا وقتایی که آدم ها رو با خط و رنگ میسازی تا مثل رویاهات بشن. راستش بخوای به خاطر همین رفتار عاشقت شدم. تنها عزیز، خیلی تنها. فکر میکنم همه رویاهامو گم کردم. حالا که باید باشی نیستی. الو، سلام استاد، منم خودم. نه نه، هیچی نشده. من میتونم ببینم اتون؟ نه، شما به من آدرس بدید، من خودم میرسونم. نه بلدم. باشه باشه، اومدم.
سلام. گفتی کوله پشتی رو برداشتم و رفتم به سفر بازسازی که هم خودم رو بازسازی کنم، هم یه خونه قدیمی رو که هنوز رو پاس. خودتو که میبینم خراب کردی. خراب نکردم، رفتم عوض کنم، عوض شد. من از کجا باید میدونستم یه بچه معلول همه چیز منو میریزه به هم؟ از کجا باید میدونستم این بچه انقدر تو من نفوذ میکنه که ناخواسته انتقام عزیزو بگیره؟ دعوای منو عزیز سر من نمیخواستم، ولی اون حتما از اینکه یه روزی پدر بشه خیلی خوشحال میشه. برای چی باید امشب عزیزو میدیدم؟ چرا امشب که قراره این بچه فرد و صبحش عمل بشه؟ استاد همه به من میگن من خیالاتیم، مریضم. من مریض نیستم، من فقط پی خودم میگردم. وقتی گارینه رو دیدم فکر کردم خودم رو پیدا کردم، چون تو خلوت خودم پیداش کرده بودم. اصلا شما همیشه خودتون میگفتین آدمی که با خودش خلوت نداشته باشه، خیال نداشته باشه، آدم نیست. تو حرمت خیالت رو نگه داشتی؟ حواسم به تپه های سبز نبود، به دشت های گشاده دست، به نسیم هایی که از کنارم رد شدند، به بغض هایی که در راه شکستم. آن سوی کوه ها کودکی را به ماه می برند، مرا که خواب مانده ام به ضیافت گریه های تنهایی. تو به من قول خواهی داد، به آب و آینه و باد، که وقتی دلم گرفت یک بار دیگر، فقط یک بار دیگر نگاهم کنی. خودن دختر خوشگل، بیا بریم صبحونه بخوریم. خودن کو؟ خودن میاد حتما. اینا منم؟ اینا بله تویی، تویی که داری راه میری دیگه. بریم بریم که آقا خانوم منتظره. جواب نمیده، تا غافل میشی گم و گور میشی. حالا چرا فکر میکنی گم و گور شده؟ شما چرا اینقدر خونسردی؟ سردی دارم نمیدونم این بچه هست. خب پس چرا نیم؟ سلام. سلام دختر گلم، خوبی؟ بله. دیشب خوب خوابیدی؟ آره. خوب به خوب اونجوری که فرشته ها دور آدم میگردن و بازی میکنن؟
نه تو خوابم هیچی نبود، ولی من میترسم. خودم تو میاد عزیزم، میاد. ما از اینجا به بعد قرار میذاریم که به تو بگیم دختر شجاع. باشه؟ باشه. خب دختر شجاع، من میخوام یه لقمه برای تو کره و عسل درست کنه. سبا جون سلام. من سوبینه نمیخورم. خوبم خاله. قربونت برم. خوتن اونجاست؟ نه؟ باید یه لقمه کره عسل. نمیدونم. تو هم خبر نداری. نه. سبا جون یه زنگ بزن به دکتر قفاری بگو سری بیاد اینجا. آره ممنونم، خداحافظ. من میرم کلینیک، خودتن اومد سری بگو با من تماس بگیره. خداحافظ عزیزم. خداحافظ اشرف. خداحافظ. خداحافظ خانم. وقتی که بچه بودم، وقتی که میترسیدم، بزرگترها به من میگفتن که به خدا فکر کن. منم با مرتا میرم کلیسا. باریکلا به تو. من برم تلفنمو جواب بدم. الو. سلام علیکم. بله بله اتفاقا رسید دستم. آره کلش رو تحصیل میکنم، منتها مقدمهش رو دوست ندارم، میخوام مقدمه جدیدی برش بنویسم. خودم بعدش نمیاد من برم تو اتاقش؟ نه چیزی تو اتاقش نیست، هنوز اسباب اساسیش توی خونه خودشه. خونه خودش؟ چی شد؟ دختر خانی که گریه نمی کنه. چی شده؟ میخواستم را برم افتادم. گارینه تو قصه پریا رو شنیدی؟ نه. پس اشرف خانم بیارش تا قصه پریا رو با هم بخونیم. باشه؟ چشم. بریم پایین آقای دکتر قصه پریار برای تعریف بکنن، ببینیم چی میخوام بگم. منم نشدیدم. سلام. سلام خودن. سیفتن ولم کلی میفتم. خوب شد گفتی، نزدیک بود ولت کنم. الان افتادم، میخواستم مثل نقاشی های تو بلندشم راه برم افتادم. مثل نقاشه ای من؟ آره رفتم تو اتاقت. میدونستی من اون نقاشی ها رو تو خواب دیده بودم؟ نه. چه خوابی بوده اون خواب؟ ببخشید یهو رفتم. من که درکت میکنم، گارینه ترسیده بود و مامانتم خیلی نگران. حتما سباز یا دکتر غفاری، شاید هم هر دو با هم. مامانت خبرشون کرد. سلام. 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 بازم خانم دکتر مزاحم شما شده؟ نه خودم قصد داشتم بیام، هنوز کلی از حرفای من و گارینه مونده. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. شما که هستی؟ گفتن زدی به چاک. ما بریم با هم بیرون یه دوری بزنیم. آخ جون. اجازه بدین؟ نه آقای دکتر، شما زحمتتون میشه. نه خواهش میکنم. خوتن
مامان نست که گفت بهت بگم که من دلم روشنه. خوابه. به مامانم زنگ بزن بگو ساعت چند باید بریم کلینیک. چشم. خانم دکتر گفتن ساعت پنج و نیم. مریضا بیارین. میرم تو حیات منتظر میشینم تا خودت بیار پیشم. وقتی حرفه پزشکی رو انتخاب کردم فکر میکردم همه چی یعنی علم، ولی الان خیلی پیش میاد که دعا کنم. خوبه. ولی فکر کنم قبل از اینکه گارینه خوب شده باشه تو خوب شدی. من که دیگه به سختی رو پاهم بایستادم. میترسم. خب این طبیعی، همه میترسم. عزیزم به صدای تو عادت داره، آروم آروم بیدارش کن. داشتن آب می‌ریختن روی من مثل اون روز.